انا انزلناه فی لیلت القدر، همانا خداوند جل جلاله قرآن را در شب قدر برای بندگانش فرو فرستاده است و هر کس که این شب را درک کند، شب قدر برتر از هزار ماه عبادت است. در این شب ملائکه و روح به اذن خداوند به زمین فرود می آیند. اینجا مصلای سلطانیه شهر مزار شریف است. هزاران انسان در این مراسم احیاء شب قدر اشتراک کردند. هر کس دلیل موجه برای حضور در این مراسم نورانی دارد. خداوند متعال که بنده هایش را خلق کرده، برای زندگی ابدی خلق کرده که هم زندگی دنیا باشه هم زندگی آخرت. و زندگی دنیا که هست یک سفری هست که آدم را آماده میکنه برای زندگی آخرت. و زندگی آخرت چون طولانی هسته، زندگی دنیا کوتاه هسته. آدم باید در این مدت آمادگی بگیره تا اینه که زندگی آخرت خوره جور کنه. به این خاطر چون یه کوتاه هسته، بعضی فرصت ها را خدا ویژه قرار داده که آدم میتونه راه طولانی را زود طی کنه. مثلا ماه رمضان خودش یکی از اون فرصت ها هسته که در اوائل ماه رمضان آخر شعبان پیغمبر اکرم خطبه خوان و فرمود ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکه والرحمه والمغفره، که هم ماه برکت خوان این ماه را، هم ماه رحمت خوان، هم ماه مغفرت. و شبهای قدر قلب ماه رمضان هستند که خداوند متعال در قرآن می فرماید لیله القدر خیر من الف شهر. و این شبها هر اعمال انسان برابر هست با هزار ماه. نام خدای جواناب با نیرو با شهامد و با احمد میانی شب احیای قدر را احیا میکنن. ما بسیار خوشحال هستیم، ما از این خوشحال هستیم بسیار. اما نام خدا جوانها شرکت کرده اینجا آمده، ما هم از اینا تشکر سپاس میکنیم و ما هم خوشحال هستیم که آمدیم اینجا شرکت کردیم از جوانها. و این شبها شبهایی هست که آدم میتونه راه طولانی را زود طی کنه، صد ساله راه را یک شبه تایی کنه. و شب 23 قدر احتمالاً شب هست که احتمال بیشتر میره شب قدر باشه. و امشب اینجا ما هم حضور داریم با پاسداری از شب قدر تا این که احیا کنیم این شبها را و عبادت الهی را انجام بدهیم تا از فیض ماه رمضان که ماه رحمت و ماه برکت و ماه مغفرت هست محروم نشویم و بهره‌مند شویم. امشب شب 23 ماه مبارک رمضان هست که شب قدر هست و در این شب همه روزداران و همه مسلمانان در همه نقاط عالم و مخصوصا در کشور ما افغانستان و شهر مزار شریف که در مدرسه سلطانیه آمدیم، الحمدلله جمع کثیری از مسلمانان هموطنان عزیزمان مخصوصا قشر جوان که امشب وقتی ما رفتیم در مصلا و دعای جوشن کبیر خوانده شد، جمع کثیری از جوانان در این مراسم عبادی جمع شده بودند. داخل مصلا که ما آمدیم اکثریت کلن جوان ها بوده، قرآن بسر میگیرن، عشق میرزن، نماز میخونن، ناله و دعا میکنن. آمدن جوانان و نوجوانان در این طور مجالس برای آدم امید میده، انرژی میده و خدا انشالله به توفیقات همهشان بیفزایه، برای ما هم توفیق بدهد که در راه اهل بیت، در راه امام زمان، در راه شب قدر همیشه زنده بمانیم و عاقبت بخیر بشیم انشاءالله. اشتراک کنندگان که عمدتاً از جوانان و نوجوانان هستند، نشان دهنده این حقیقت است که روح خداجو و معرفت طلب ایشان در پی کمال مطلق و نزدیکی به خدای متعال است. هر یک خواسته ای و مقصودی دارند که با زاری و التجا به درگاه ایزد متعال دست دعا به درگاهش بلند کرده و تنها از او می خواهند، چرا که او بی نیاز مطلق است. چیزی که من در این سن که دارم متوجه شدم او این است که خدای متعال همه مخلوقات را که خلق کرد، همه اینها برای انسان هست. یعنی اینا را خلق کرد تا اینکه اینا همشون در خدمت انسان باشه و انسان چرا در خدمت انسان باشه؟ اصلا چرا در خدمت دیگر مخلوقات خودش این را قرار نداد که برای انسان این را قرار داد؟ اما ما انسان ها متاسفانه در این
در این عالم هستی، حالا در کشور ما افغانستان که زندگی میکنیم، قدر خودمان را نمیدانیم، قدر ارزش های خودمان را نمیدانیم، اون وظیفه و رسالتی که داریم را متاسفانه نمیدانیم. اصلا ارزش های انسانی در جامعه کم شده، کم رنگ شده، اصلا مردم به ارزش انسانی، کرامت انسانی احترام قائل نیستند. چیزی که ما دعایی که هر لحظه، هر روز و هر شبانه روز و مخصوصا در این شبهای قدر او را دعا میکنم از خدای متعال، طلب میکنم این است که به ما این توفیق را و این درک را و این معرفت را بده که ما بیاییم قدر خودمان را بدانیم، ما قدر کرامت انسانی خودمان را بدانیم، برادرمان را احترامش را بدانیم، قدرش را بدانیم، وظیفه خودمان را در قبال مکتب انسانیت بدانیم. تا زمانی که این مسئله واضح نشه، این مسئله برای ما به حقیقت مبدل نشه، ما اصلا نمیتونیم در مسیر مهدویت، در مسیر ظهور، در مسیر پیشرفت و ترقی کار بکنیم. چون اصل اینها هست، اینها بنیاد هستند، اینها اصلا اینها از عوامل اصلی رسیدن به کمالات انسانی هست. البته من به تاکید عرض کنم که باید و شاید خواسته بسیار مهم و ارزشمند هر جوان فرج آقای امام زمان باشد که در رأس همه حاجاتند، و دوم این که برای همدیگر دعا کنند و بعد بیایند به سمت خودشان. حضرت موسی فرمود اگر میخواهید دعایتان مستجاب شود با زبانی که گناه نکردین شما باید دعا کنید. بنابراین ما با زبانهای همدیگر، دوستا، همکارا، گناه یقیناً که نکردیم قطعا اونا را دعا کنیم، اونها ما را دعا کنند. و خواسته اصیل و نجیبی ما از این شب که بسیار شب بزرگ و شب پرفضیلت است، فرج آقای امام زمان است انشاءالله تعالی. این جوانا را که میبینیم همه قرآن بسر میگیرند، به عبادت خدا مشغول هستند، خداوند را نیایش میکنند، از خداوند توفیق بندگی را ما میخواهیم، از خداوند ما آرزو داریم که همه آرامی و آسایش در این مملکت ما، خدا آرامی را بیاره، خدا همه را از تکلیف ها و از جنجال ها ما را خلاص کنه. من فکر میکنم شب قدر، شبهای قدر یک نوع برنامه خودسازی هست برای اینکه انسان خودش را بیاید توسط همین برنامه که مثل یک مدرسه، یک مکتب میمونه. این زمانی که یک محصل یا یک متعلم میره 12 سال مکتب میخونه، آخر یک نتیجه دستش میآید و یک مرحله از علم خودش را یک شناختی میرسانه. یقینا شب قدر، سه شب قدر، شب 19 و 21 و این شب، شب 23 هست. اگر شخص یک برنامه کلی برای اهداف خودش داشته باشه، یقینا در این شب میتونه که اون مهر تایید را بگیره از خدای متعال. و خدای متعال هم که یعنی بندگانش را دوست داره و دعایی که بندهش از هر جای این کره خاکی، این عالم هستی دعا بکنه، چی از خانه خودش، چی از مسجد، چی در یک صحرای بنشینه و دعا بکنه اون خالق هستی را، و برای خودش، برای بشریت، برای این که ما در مسیر حق در حرکت باشیم، یقینا خدای متعال اون دعا را استجابت میکنه و میپذیره و یقینا انسان به اهداف و آرزوهای خودش ان شاء الله تعالی میرسه. شب قدر از خداوند میخواهیم تا اینه که اولین حاجتی که همه شیعه ها داره، فرج منجی آخر الزمان حضرت مولا حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام هست که در رأس حاجت ها قرار داره. و حاجت دیگری که داشتیم شفای مریضا و سرسلامتی و موفقیت جوانا و بازگشتن امید به جوانای وطن یکی از حاجات ما هستند که در این شب ها از خدا باید بخواهیم. در این شب ما سعادت و خوشبختی و خوشحالی همه جوانای افغانستان میخواهیم، بالخصوص جوان اسلام میخواهیم در این شب. این شب شبی بزرگ است، به خداوند برای بندگانش مقدر کرده است و این تنها بندگان مقرب درگاه ایزد متعال هستند که می توانند به ندای خداوند که در دلهایشون تجلی یافته است لبیک گفته و به این میادگاه عاشقان حضور یابند. هر یک حقیقتی ناب را از این شب درک می کنند و می خواهند پیامی انسان ساز داشته باشند. پیام شخصی ما برای جوانان این است که قدر عمرشان را بدانه. یعنی الان اگر
20 سال سن داره، در این سن 20 سالگی اینها باید از این نیروی جوانی خودشان استفاده بکنن. برای چی استفاده بکنن؟ برای اون وظیفه‌ای که دارن در اجتماع، برای خودشان، خانوادهشان، اجتماع. این قدرش را بدانن، چون این زمان دوباره تکرار نمیشه. همین طوری که شب 19 گذشت، شب 21 گذشت، امشب شب 23 ماه مبارک رمضان هست، یقینا امشب هم میگذره، میره شب بعدی، شب 24 هست. این زمان همین طوری درگذر است و خوشا به حال اون کسی که هر لحظه خودش را با معرفت حقیقی در محضر خدای متعال سپری میکنه و میگذرانه و هر لحظه که این زندگی میکنه، این زندگیش نتیجه مثبتی داره برای خودش، ارزش داره برای خودش، برای خانواده خودش و اجتماع و جامعه انسانی. این یقینا بزرگترین و ارزشمندترین وظیفه انسان، مخصوصا قشر جوان هست که در این شرایط کنونی در افغانستان و جهان بتونه وظیفه خودش را به وجه احسن انجام بده. ما اولا برای جوانها و برای خود توصیه هایی را داریم که مثلا از این ماه مبارک رمضان که ماه رحمت، ماه مغفرت و ماه آمرزش گناهان است، استفاده خوب و کامل کنیم، باوش احسنش استفاده کنیم و دیگر دعاهای زیادی بخوانیم، خصوصا قرآن بخوانیم که در این ماه مبارک رمضان یک آیه از قرآن معادل با ختم قرآن است و دیگر این که واجبات را انجام بدیم، محرمات را ترک کنیم و خصوصا ما جوانها که مثلا در سن جوانی به پای میبریم که این سن یک قسم باقی نمیموند، به آخرت تیر میشود، این رمضان، رمضان دیگر، رمضان میاید، رمضان دیگر، همین طور از سن ما کاسته میشود و دیگر هیچ چیز نیست و با ما باید از این عمر خود استفاده کنیم، خصوصا در ماه مبارک رمضان و خصوصا در این شبهای با فضیلت قدر استفاده کنیم، برای یکدیگر دعا کنیم و برای هدفهای خود برنامه ریزی کنیم تا مثلا موفق شویم ما در این شبهای با برکت. خواستار ما، نیت ما، اهداف و مقصود ما از همه جوانان است، همه مردم شریف افغانستان این است که اصالت خود را و جوانی و مردانگی خود را در هر لحظه حفظ کنیم. امروزه یکی از مهمترین و ارزشمندترین نقشی که در جامعه دارن جوانان هستند. جوانان نیروی ارزشمند و نیروی مبتکر هر ملت هستند. وقتی شما جامعه مترقی و متعالی را ببینید، شما به بازوهان جوانان آنها نگاه بندازید تا اون جامعه به رشد و تصاعد و ترقی راه پیدا کند و امیدوار هستم که روزی افغانستان با این بازوهای بزرگ و بازوهای مثبت جوانانشان بتواند یک افغانستان بزرگ، یک افغانستان نوین در ماهای بزرگ، ماهای محرم، ماهای رمضان به خوبی و خوشی سپری کنند. پیام بر همقطارا و همسند و سالای مایی است که جوانای عزیز، جوانی یک فرصت بسیار استثنایی است. واقعا نیرو و انرژی و قوتی که در جوانی است در ایام دیگر سند و سال بر انسان میسر نیست. پس بکوشیم در پهلوی ازی که ما در علم معاش مثلا همونطور کوشش میکنیم در جهت مثلا کسب تحصیل و دانش، در پهلویش در معنویت خودم بکوشیم، یعنی توجه بر علم معادم داشته باشیم. عبادت در جوانی، عبادت خدا را کسی در جوانی میکنه یه بسیار ثواب زیاد است. از پیری که در جوانی عبادت خوب است. شب قدر طلای دار فلاح و رستگاری عارفان عاشق و عاشقان بیدل در بین شبهای سال است. شب قدر آوای ایمان را در گوش جان مؤمنان به غیب نجوا می کند. شب قدر شب شناخت قدر خیش است.